سلام امیر لایجی هستم در خدمت شما و خانم دکتر فوجان زینی با برنامه شما و بیزنس، شما و موفقیت. خوش اومدید. با سلام به شما و همه عزیزانی که با ما هستن و منتظرن که این موفقیت رو به وجود بیارن و من خوشحالم که شما این لطف رو کردیم که بتونیم روی یک مبحث به خصوصی این گفتگوها رو ادامه بدیم تا عزیزانم با ما این پروسه رو جلو ببرن. دقیقا، و امروز میخواییم بریم به یه جای مشکل و سخت دست بذاریم و اونجای ازش که بله و اونجای ازش باورهای منفی به خودم در بیزنس، جایی ازش که خیلی ازش در میرن. منم سعی کردم در برم ولی خب از دست شما نمیشه واقعا این کارو کرد. چرا مهمه؟ چرا بلایجی که این واقعا چرا مهمه؟ خیلی مهمه که بدونیم چرا مهمه. دقیقا، برای که وقتی یه سری چیزای عمیق بعضی موقع میبینیم سخته که ما بریم اونجا و اگر دلایلش رو نزدیم سعی میکنیم که ولش بکنیم چون دردمون ممکنه بیاد، ولی مهم اینجاست که همه این صحبتهایی که داریم میکنیم هست در وجود ما. یه زمانی اتفاق افتاده، ما یه سری تصمیمهایی راجع به خودمون و راجع به اطرافیانمون گرفتیم، اینا رو کلی کردیم و داریم با اونا زندگی میکنیم. از این موقع میبینی یک شخصی اینقدر زحمت کشیده، تحصیلاتش همه اینا رو به وجود آورده ولی یه قسمت از وجودش تو 5 سالگی 6 سالگی مونده، تصمیم گیری کرده و حالا یه نفری که تو 40 سالگی داره سعی میکنه بیزنس عالی داشته باشه، 5 ساله هنوز داره تصمیم میگیره، جلوش میاد، اجازه نمیده جلو بره. به خاطر همینه که موارد عمیق رو هم ما نگاه کردن جزوی از این پروسه موفقیت. درسته، کاملا همینطوره. و ما در این مرحله طبق اون سیستم تئوری یک پارچگی آگاهی که شما دارید داریم مراحل مختلف رو میریم جلو و باور منفی من همونجور که فکر کنم توی یکی از برنامه مطرح کردم در مورد خودم، باور منفی که خودم در مورد خودم دارم در بیزنس این هستش که با توجه به وسعت رشته کامپیوتر که خیلی شاخه های مختلف داره و بسیار وسیع هست و ما وقتی داریم در مورد کمپانی صحبت میکنیم که این کمپانی باید کار سرویس و تعمیرات و ریپر انجام بده، پس باید همه اون موارد اشراف داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم. خودم در مورد خودم فکر میکنم که اطلاعات و آگاهیم در همه چیز مطمئناً کافی نیست و این کافی نبودن رو حالا همونجوری که گفتم به دنبالش رفتم که چجوری بخوایم در واقع جبران بکنیم ناکافی بودن اطلاعات خودم رو. و اما سوال شما الان دارم فکر که وقتی که من کافی نیستم یک احساسی برای شما میاد، اون احساس چیه وقتی که این جمله رو به خودت میگی من کافی نیستم؟ به این عنوان به این شکل نمیام که من کافی نیستم، میگم اطلاعاتم کافی نیست در این مورد. وقتی میگی من اطلاعاتم کافی نیست چه احساسی؟ احساسی درون بدنت شروع میکنه خودش رو بروز دادن، از کلتون بیاییم بیرون جناب لاهوجی، باید بیاییم تو بدنت، چون احساس فقط بدن داره اتفاق میفته. اگر بخواییم که از دید از فقط از مغزتون بخواییم بریم، احساستون رو آنالیز میکنیم، احساس رو تجربه نمیکنیم. چه احساس تمام عزیزانی که با ما هستیم توی بدن شما تجربه میشه. وقتی میگم وقتی که به این فکر و به این باور داریم فکر میکنی، عکس العملی در وجود شما به وجود میاد. اون عکس العمل کجای بدن و چه نوعی داره؟ ممکنه بگیم در قلبمه، در کمرمه، در دستامه، و جنسش جنس ترس، خشم، غم، شرم، هر کدوم اینها میتونه باشه. احساس هم یک کلمه بیشتر نیست، یک کلمه است و دقیقا حس میشه توی بدن شما. میتونه احساس ضعفی باشه که توی بدن، مثلا توی ناحیه شکم احساس میکنید که یه حالتی که انگار فشارتون میفته پایین، احساس ضعف میکنید. اون حسو من الان پیدا کردم وقتی رفتم توی عمق اون
تلفن باش. آره. و وقتی که اگر یه لحظه چشماتون رو ببندید و برید توی اون قسمتی که شکمتون که اون حس ضعف رو کردید و حس ضعف رو کاملا تجربه کنید و اجازه بدید که این حس ضعف یه نمره ای رو به نظر شما میاره، مثلا بین 0 تا 10، 0 که اصلا مهم نیست، هیچ چیزی نیست، 10 بدترین و پرمقدارترینیه که شما در حقیقت این حس رو دارین میکنید، چه شماره ای به نظر چهار. حالا همونطوری که حواستون رو میذارین توی شکمتون و این احساس ضعف، سعی کنین که این احساس رو بیشتر بکنین، یعنی 4 رو بکنین 5 6 7، اجازه بدین که بیشتر بشه و بعد اجازه بدین که این احساس ضعف به وسیله بدن شما، سلولاتون و عضلات بدنتون، عضلات شکم، ببره شما رو به اولین بارها، اولین خاطراتی که داریم، یا earliest memory، اون جوانترین شاید خاطراتی که داریم که این حس ضعف رو کردیم و به خودتونم گفتیم که من کافی نیستم یا اطلاعاتم کافی نیست. کلاس اول راهنمایی. اوکی. چند سالتون بوده؟ 12. و چه تجربه ای براتون میاد؟ تغییر مدرسه بوده. حالا داستانش اینجوری بود که هم تغییر مدرسه بوده، هم توی منطقه خیلی بزرگی بود و بعد همه دوستای جدید هستن، مدرسه جدیده و احساس میکردم که نسبت به همکلاسیام، در این حال که شاگرد زرنگی بودم، ولی توی این مدرسه احساس میکردم که اونها قوی تر از منن و احساس ضعف داشتم. دقیقا. و وقتی که به اون سن نگاه میکنین، به 12 ساله، فکر میکنین امیر 12 ساله تجربهش، فکرش راجع به خودش و احساسش راجع به خودش چی بود؟ احساسم راجع به خودم این بود، چون روی این قضیه کار کردم، سوالتون رو آماده دارم، که فکر میکردم من خوبم، درسم هم خوبه، بنز کافی بلدم، اینا از من بهترن. نمیدونم احساس ضعف بود، ولی فکر نمیکردم خودم کم میدونم، فکر میکردم که اونا بیشتر از من میدونن. و بعد چه احساسی میکردین وقتی که فکر میکردین اونا بیشتر از شما میدونن؟ مثل که من انقدر میدونم، اونا انقدر میدونن. و توی این حالت یه 12 ساله چجوری راجع به خودش حس میکرد؟ خب به خاطر اینکه از طرفی هم از طرف مادر مقایسه می شدم، خیلی احساس بدی ایجاد می کرد در من، چون که مادر مقایسه می کرد که خب اینها از تو بهترن و تو نمرت کمتر از بقیه است، مثلا حتی از بقیه که نه، حالا از بهترین، همیشه مقایسه با بهترین میشی دیگه. احساس درک نشدن که منو نمیفهمه مادرم. و وقتی که در کنار مادر، اون 12 ساله وایساده بود در کنار مادر، چه فکری راجع به خودش میکرد؟ فکر درک نشدن. و وقتی میگه من درک نمیشم از طرف مادرم، چه حسی میاد؟ حس غمه. کجای بدنتونه؟ قسمت شکم. این قسمت دوباره میاد، درسته؟ بله. حالا این غم رو دوباره ما ببریم توی اون فضایی که شما اجازه میدین که از بدنتون برین به خاطره های اولی که دارین که این نوع غم هستش و به خودتون دارین میگین من درک نمیشم، دیده نمیشم، درک نمیشم. سوالتون رو نگرفتم. اجازه بدین که اون غمی که توی شکمتون هست، با ضعفی که توی شکمتون هست، شما رو ببره با عضلات شکم و سلولای بدنتون، اولین ها یا
جوون ترین زمانی که تجربه اینو دارین، این نوع غم، و دارین به خودتون میگین که من درک نمیشم، من دیده نمیشم. کمتر از 12 سالگی پایین تر هفت هشت سالگی آیا خاطره به خصوصی میاد؟ خاطره ای که میاد این هستش که خیلی جالبه، جشن تولدم بود و خواهر کوچکتر از خودم 5 سال از هم کوچکتره و خب چون میخواست توجه بیشتری رو بگیره دخترم هست و طبیعتا با به هم زدن تولدم، با جیغ زدن و به هم زدن تولد میخواست جمع توجه بگیره و اون موقع من یادمه که خب من جشن تولد من بود، همه دوستای من اونجا، ولی خب از اینکه خب همه برای من کادو آوردن و این اتفاق افتاده انگار حس خوبی نداشت و اون موقع بودش که آره احساس اون احساس درک نشدن و اون حسی که گفتم 12-13 سالگی تو مدرسه بود اونجا شاید شروعش بود، شاید هم قبلترم حتما بوده، ولی خب حالا این یادم افتاد. 7 ساله چی میخواست؟ 7 ساله توجه میخواست، دیگه؟ درک شدن میخواست که تولد منه، همه برای من اومدن. الان که به 7 ساله نگاه میکنید از جایگاهی که امروز هستی، شما راجع به اون 7 ساله چی فکر میکنید؟ فکر میکنم که حق داشت که این احساس داشته باشه چون توجه لازم و کافی بهش نشده بوده و پدر مادر هم خوب راه خوبی پیدا کردن که هم اون خواهر رو راضی نگه دارن هم من رو در نهایت بتونن به رضایت برسونن در همون روز، ولی در اون دقایق و شاید 1 ساعتی شاید طول کشید تا این اتفاق بخواد بیفته، خیلی اون بچه 7 ساله پسر بچه 7 ساله خیلی اذیت شد. و وقتی که 12 ساله خودتون رو میبینی، راجع به 12 ساله چی فکر میکنی که رفته بود مدرسه و فکر میکرد بقیه بیشتر از اون میدونن؟ این مدرسه جدید بود در یک منطقه جدید، منطقه بزرگتر و فکری که میکنی، گفتین چه فکری میکنم درسته؟ اوکی. بله. بله. فکر میکنم که چون من درسم خوب بود اون موقع، فکر میکنم من خوب بودم، اونا از من بهتر بودم فقط، یعنی ولی این مسئله رو نمیتونست، مثلا مادرم نمیتونست، احساس میکنم که نمیتونست درک کنه یا نمیدونم به روش خودش فکر میکرد با مقایسه کردن میتونه رقابت رو ایجاد بکنه. و اون لحظه که الان که داری اون 12 ساله رو نگاه میکنی، شرایط مادر رو نگاه میکنی، به نظر میاد که درکی داری از اتفاقی که برای اون 12 ساله افتاده، برای اون 7 ساله افتاده و حتی نقش مادری که داشت، به هر صورت بهترین رو که داشت اجرا میکرد. یعنی اگر فکر میکرد خب انگیزه داره به وجود میاره برای پسر 12 سالش که خب اگر که بره جلو، بل نکنه، عقب نزنه، یا اینی که ببینه که ببین بقیه هم به چه جوری دارن جلو میرن، شاید از اونها یاد بگیره، بدون اینکه حضور داشته باشه که چه احساسی داشته برای 12 ساله به وجود می آورده، داشته سعی خودش رو میکرده، یا توی 7 سالگی پدر یا مادری که برسر 2 تا بچه دارن و اونها دارن توجه میگیرن، برای اولین بار بالاخره طول کشیده تا بتونن پیدا کنن که من باید چه کار بکنم. یعنی امروزی که شما داری برمیگردی و 7 ساله و 12 ساله رو نگاه میکنی، از یک بعد بزرگتری، یک درک بیشتری داری اون دوتا رو نگاه میکنی، درسته؟ دقیقا.
و اگر که خود شما رو الان ما ببریم پیش اون تصور کن که 12 ساله خود جلوته و 7 ساله خود جلوته و از جایگاهی که رشد کردی حالا میخوای بری با خودشون صحبت بکنی، اگر بری طرفشون و بگی ببین من خبر دارم ازتون از آینده خودتون و بذاری براتون بگم آینده برای ماها چه اتفاقی میفته، چه قدرت هایی داریم و چه چیزهایی رو تونستیم به وجود بیاریم که هم کافی باشیم، هم اطلاعاتمون بیشتر بره، هم توجه بگیریم و و و چی بهشون میتونی بگی از آینده اونها، از امروز شما به اون 7 ساله و 12 ساله. درسته، طبیعتا هم به اون پسر 12 ساله هم به پسر 7-8 ساله این رو میگم، البته با یه زبان متفاوت چون دوتاشون دو سن مختلفی هن. ولی اینکه من از آینده خودتون اومدم، من خودتون هستم و از آینده اومدم و الان میخوام بهتون خبر خوبی که براتون دارم اینه که همه اون احساس ناتوانی و کم دانی که در اون لحظه داری یا غمی که به خاطر اون اتفاق وجود داره، من همه اینها رو الان سپری کردم. موفقیت های زیادی رو از نظر تحصیلی، از نظر کاری داشتم و درکت میکنم که در اون شرایطی که الان اونجا هستی شرایط خوبی نیست و سختی هایی داری، ولی مطمئن باش که من کنارتم، من باهاتم، من خود خودتم از آینده. پس بنابراین فقط من رو در آغوش خودت قبول کن، بیا در آغوشم و با هم بیا بریم به آینده تا ببینی که الان کجا هستیم و اینی که قدرت تو و توانایی تو با اینی که اون لحظه فکر میکردی وجود نداره، و این قدرت تو در همین سن که تونستی این شرایط رو تحمل بکنی برای ما مهارت تحمل کردن و درک کردن و احساس رو نگه داشتن و به هر صورت قدرت رو جلو بردن که ماها رو به اینجا رسونده و به جایی که هستیم. یعنی با اینی که ناتوانی رو اون موقع حس میکنی تو از سن 7 سالگی یا حتی 12 سالگی، قدرتی هم تو داشتی که در اون زمان نشکستی، قدرت تو رسونده ما رو به این جایی که هستیم. خیلی زیبا. خب حالا وقتی که تجربه میکنین و به اونها داریم میگین که احتیاجی هم ندارن که جدا بمونن، چون من تو این سن همه اونها رو دارم، تجربیات رو دارم، خاطره ها رو دارم و در کنارش قدرت ها رو دارم. برای اینکه تو 7 ساله نمیدونی که بعدا قدرتمند میشی به چقدر قدرت داری، تو 12 ساله نمیدونی. من تو این سن همه رو در بر دارم. در شما هم احتیاجی نداریم که جدا جدا بمونیم. قسمتی در وجود من خواهید بود، در وجود خودم هم ضعفم رو تجربه میکنم، هم غمم رو تجربه میکنم، هم قدرتم رو تجربه میکنم، ندانسته ها رو تجربه میکنم در کنار دانسته ها. یعنی همه رو با هم دارم در وسیله ای که همش اینجا هستش و جایی که قرار استفاده بکنم از هر کدومش میام و میتونم از هر کدوم استفاده کنم. درسته. و وقتی که اینو به خودت میگی چه احساسی میکنی؟ احساس رضایتمندی و قدرت. و وقتی که رشتگانت چک میکنی الان شماره ضعف چی هست؟ میتونم بگم نزدیک 0-1-0. غم چی؟ تجربه غم چی؟ نیست. پس الان احساسی که وجود داره رضایت از خوده در هر شرایطی که هست. دقیقا. چه غم دارم، چه ضعف دارم، چه توانایی هامو دارم، چه ندانسته هامو دارم، چه دقیقا میدونم اصلا تو این قسمت نمیدونم، ولی میدونم که بلدم که یاد بگیرم. ممکنه به اندازه کافی اطلاعات ندارم، ولی میدونم که بلدم دریافت کنم. بله. و همیشه موقعیت باید بود که باز من اطلاعات نخواهم داشت و زمان رشد من و مثل بسیاری از مدیران
چون کاری که ما داریم که کار انفرادی نیست، کار گروهیه. بنابراین میتونید از بهترین ها استفاده کنید، استخدام کنید بهترین ها رو در هر رشته و شاخه ای که بتونیم گروهی اون تیم قدرتمندی باشیم که به مشتریانمون سرویس میدیم. دقیقا. و شاید جایگاه شما دیگه این نیستش که قراره که تکنولوژی رو بهترینش رو بدونی، چون هر لحظه ممکنه یک نفر رو با تکنولوژی جدیدی که داره میاد و اون آگاه ترینینگش رو دیده شما بیارید. شاید آگاهی بعدی شما در حقیقت در اداره کردن و منیج کردنه. واسه همین شاید اگر حتی درس خونده بودید تو کامپیوتر، ولی امروز اگر دارین خودتون رو پیدا میکنید که بیزنس های مختلف رو دارین میگردونید، اطلاعات بیشتر شما در کامپیوتر احتیاج نیست، در حالی که اطلاعات شما راجع به منیج کردن بیزنس ها و موفق کردن بیزنس ها الان احتیاجه. و اگر مهارت توی اون تیکه هنوز کامل نشده و شما دارین هی انجام میدین و میرین جلو، شاید اونجاست که قراره حالا اطلاعات جدید بیاد. حالا اطلاعات جدید میتونه از تجربه انسان بیاد، حتی ترایل اند ایرر میزنم، خراب میکنم، بره پامیشم، خودم میتکونم، دوباره یاد میگیرم میرم جلو، یا پرسیدن از بقیه، از کسانی که این بیزنس ها رو داشتن، بلدن، چند قدم جلوتر از شما هستن و میتونن به دست دیده شما بدن. با مهارت ها رو از کتاب ها، از پادکست ها، از تمام اطلاعاتی که الان وجود داره اطراف که میتونن که آدم ها از نظر منیجمنت بیزنس ها موفقیت کرد داشتن، تجربه خودشون رو میگن و شما از تجربه های بقیه دارین یاد میگیرید. و باز شدن به این مسئله است که من تا حالا میخواستم این قسمت رو نگاه کنم که قرار اطلاعاتم راجع به هر اپی که میاد، هر قسمت های تکنولوژی اینا رو یاد بگیرم، یا اینه که نه، من اگر خود بیزنس رو دارم انجام میدم، شاید که اصلا قرار اطلاعاتم رو جای دیگه ای بگیرم و تخصصم یواش یواش جای دیگه ای بره، و بعد در کنارش متخصصینی رو که هر پروژه‌ای که میاد رو یاد میگیرم اونها رو بیارم و توی تیمم و تیمم مقرر کنم. دقیقا به مهارت‌های لیدرشپ بودن دارید شما اشاره میکنید و بسیار هم مهم هستش. و اما برای هفته آینده چه پرکتیسی داریم خانم دکتر؟ هفته آینده چون شما توی این چند جلسه به تمام عزیزانی که با ما هستن، حتما بریم برنامه رو از اول نگاه کنیم و بتونیم که این تمرین ها رو به خودتون انجام بدید تو قسمت زندگی خودتون که بریم جلو. چون آگاه شدیم به افکارمون، احساساتمون، رفتارهامون، تأثیراتمون، چون تضادهای خودمون رو پیدا کردیم، حالا یواش یواش حتی از موارد مثبتی رو که تا حالا داشتیم و توی ما رو قوی کرده رفتیم جلو، میخوایم نگاه بکنیم از تمام اونهایی که یاد گرفتیم و بیان مثل میمونه که یک جمله سازی برای وجود و هویتمون انجام بدیم. میریم توی میشن استیتمنت درست کردن. ما دو نوع میشن استیتمنت داریم، یکی میشن استیتمنت خصوصی، یکی برای بیزنس هم. درسته؟ در نتیجه هفته آینده ما فعلا میخوایم خصوصیش رو پیدا کنیم، چون من به عنوان کسی که این بیزنس رو دارم، من کیم، چه نوع ارزش هایی رو میخوام نگه دارم و اونایی که تا حالا برای من کار کرده، ارزش هایی که دیدم بقیه دارن و استفاده میکنن و چی براشون کار کرده، چه نوع افکار و باورهایی رو انتخاب میکنم که نگه دارم و روی این افکار و باورها راه زندگی و راه بیزنس رو بذارم، چه نوع احساساتی هستش که انتخاب میکنم که بیشتر تجربه بکنم و اونها رو بزرگتر و فضای بزرگتری براشون به وجود بیارم، چه نوع رفتاریه که متعهدم انجام بدم و که من رو به طرف موفقیت برسونه، چه نوع رفتارهاییه که ازش خودم رو جدا میکنم چون میدونم اونها موفقیت نمیاره، و چه نوع تأثیرهایی رو میخوام بگذارم توی زندگی و توی بیزنس. شروع کنیم به این مسئله فکر کردن تا بتونیم که هفته آینده با هم بررسی کنیم. بسیار عالی، مرسی. دوستان عزیز توجه داشته باشین که این برنامه به شکل سلسله‌ای هست، پشت سر هم هستش و همطور که خانم دکتر فرمودن
اگر این برنامه رو، برنامه اول و دوم و سوم رو ندیدید، از ابتدا شروع کنید، نگاه کنید و تمرین ها رو انجام بدید. مطمئنا به شما و بیزنستون میتونه کمک بکنه. سوالاتتون رو برای ما بفرستید و همیشه استفاده کردن از یک بیزنس کوچ خوب و موفق میتونه به شما کمک بکنه که در بیزنستون به اون خواسته های خودتون برای موفقیتتون برسید. سپاس فراوان، متشکرم خانم دکتر. مرسی. بدرود. تا برنامه دیگر.